مثلا خط خبرها. یه سری نورای مثل موشکه، چیزی هست؟ شاهدی از آسمان. خلبان یک هواپیمای دیگر به مرکز کنترل فرودگاه گفته بود که پرتاب موشک و انفجار را دیده. تلاش برای جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. اعلام نتایج شکایات انتخاباتی افغانستان تا دو روز دیگر. کمیسیون مستقل می‌گوید تکلیف نیمی از موارد روشن شده. و پرواز به سوی بهبودی. بعد از 3 سال محاصره نظامی، یمنی‌های بدحال برای درمان به خارج رفتند. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. حدود 1 ماه بعد از ساقط شدن هواپیمای مسافری اوکراین با موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران، تلویزیون اوکراین بخشی از مکالمه مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاهی در تهران را با خلبان یک پرواز مجاور در آن روز منتشر کرده که در آن خلبان از مشاهده حرکت شیء نورانی شبیه موشک و انفجاری بزرگ می‌گوید. رئیس جمهوری اوکراین گفته این مکالمه نشان می‌دهد ایران از همان ابتدا می‌دانسته که هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، نه بر اثر نقص فنی. او تأکید کرده که ایران باید جعبه‌های سیاه هواپیما را هم تحویل دهد. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. نزدیک به 1 ماه از فاجعه ساقط شدن هواپیمای اوکراین می‌گذرد و هنوز پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده. حالا انتشار یک فایل مکالمه میان یک هواپیمای مسافربری دیگر در نزدیکی محل واقعه با برج مراقبت فرودگاهی در تهران جزئیات دیگری از حادثه را نشان می‌دهد. خلبان پروازی متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان با تعجب درباره آنچه دیده سوال می‌کند. منطقه چمایلی کجا؟ پرواز هواپیمایی آسمان از شیراز به تهران آمده و آماده فرود بود که خلبانش حرکت موشک‌ها در آسمان را می‌بیند. سپس از انفجاری می‌پرسد که احتمالاً لحظه به زمین خوردن هواپیمای اوکراین است. چمایلی کجا؟ روشن نیست. مرکز کنترل ترافیک هوایی که با پرواز تهران شیراز مکالمه می کند متعلق به فرودگاه مهرآباد است یا فرودگاه امام خمینی. الان ما نورش رو می‌بینیم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه؟ نورش به چه صورتیه؟ نور موشک دیگه. مأمور برج مراقبت از آنچه می‌گذرد ابراز بی اطلاعی می‌کند، اما انتشار این فایل حالا این فرض را مطرح کرده که مقام‌های مسئول در ایران احتمالاً کمی بعد از این مکالمه متوجه فاجعه شدند اما نگذاشتند حقیقت منتشر شود. فایل صوتی این مکالمه را ایران در اختیار اوکراین قرار داده و تلویزیون دولتی این کشور دیشب آن را پخش کرده، اتفاقی که ایران را خشمگین کرده. حسن رضایی فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران تهدید کرده که این اقدام اوکراینی‌ها سبب شد دیگر هیچ سندی به آنها ارائه نشود. ساقط شدن هواپیمای مسافربری در نزدیکی پایتخت و کشته شدن 176 ایرانی و غیر ایرانی علاوه بر خانواده‌های داغدار پرسش‌های بسیاری را برای افکار عمومی در ایران پیش رو گذاشته. دو سوال عمده که چرا پروازهای مسافری در آن شب متوقف نشدند و چرا حقیقت در روزهای نخست از مردم پنهان شد. پرسش‌هایی که تا نور حقیقت بر آن تابیده نشود دفتر این فاجعه را باز نگه خواهد داشت. شبنم شعبانی، بی بی سی. از شاهد علوی روزنامه‌نگار مقیم واشنگتن پرسیدیم این فایل صوتی چه چیزی را نشان می‌دهد. اقامات از اول دروغ گفتن به این ترتیب که همون لحظه شلیک برای کسانی که میتونستن اون در واقع آسمان شب رو ببینن، چه پروازهای عبوری، چه حتی برج کنترل که من برام عجیب بود وقتی دیشب اینو گوش میکردم که برج بهت زده است، این درسته؟ انگار نمیبینه چه اتفاقی، شاید جهت نمیدونم سرش به، چون کارش اونجا خیلی زیاده، به هر حال خیلی عجیبه.
دیدنش در اون شب در واقع آشکار میکنه که برای هر کسی که ممکن بود اینو ببینه، شلیک موشک از زمین، بعد انفجار واضحه. من البته فکر میکنم برخلاف همکار شما که در واقع اگر اون فایل صدا ادیت نشده باشه، اون فاصله ای که اون اپراتور برج کنترل با خلبان آسمان صحبت میکنه و بعدش برمیگرده 9 بار در واقع پرواز تهران کیف رو صدا میکنه و اون جواب نمیده، بعد برمیگه شما دیگه چی دیدید، میگه من یا انفجار دیدم، همون لحظه برخورد موشک دوم در آسمان هست. یعنی با توجه فاصله زمانی و فکر در واقع تصور میکنم اون انفجار که ازش صحبت میکنه انفجار زمینی نیست، لحظه در واقع برخورد موشک دوم هست که انفجار در آسمان درست میشه. به این ترتیب این فایل مشخص میکنه نه تنها حکومت و سپاه دروغ گفتن، بلکه حتی در واقع رئیس سازمان هواپیمای کشوری که میومد 3 روز تمام صحبت میکرد، نه فقط رئیس سامانه هواپیمایی، خود رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که طبیعتاً به وزیر راه گزارش میده و اون به دولت گزارش میده و حسن روحانی گزارش میده، در واقع دروغ میگفت، میومد میگفت که به لحاظ علمی ممکن نیست. اونا همون لحظه میدونستن که یک موشکی از زمین پرتاب شده، یک انفجاری در آسمان دیده شده و لحظاتی بعد یک هواپیما به زمین سقوط کرده. طبیعتاً به یک کودک 6 ساله هم اینا رو بگی، میگه نتیجه الف میشه ب و ب میشه ج و احتمالاً اون هواپیما رو موشک ساقط کرده. یعنی حداقل باید میومدن میگفتن که همون روز اول که بله البته ما امروز انفجار موشکی هم داشتیم، انفجاری هم در آسمان داشتیم و ممکنه این سقوط ناشی از اون باشه. شاهد علوی بود، روزنامه‌نگار. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده. همزمان وزارت امور خارجه ایران گفته اروپایی‌ها بعد از دیدن نامه محمد جواد ظریف که استدلال‌های آنها را زیر سوال برده بود، از فعال کردن مکانیزم ماشه منصرف شدند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران هستند، اخیراً در بیانیه مشترک سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام را فعال کردند. گام محتمل بعدی که وزارت خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا از آن منصرف شده، فعال کردن مکانیزم ماشه و ارجاع شکایت به شورای امنیت سازمان ملل بود. از مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پرسیدیم آیا سفر آقای بورل میتواند نشانه ای از تغییر در موازه اروپا باشد؟ اروپا دو مسئله تغییر پیدا کرده که چندان به نفع حاکمیت در ایران نیست. اول جدا شدن بریتانیا از سیاستگذاری 27 دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است و دوم مسئله است که مربوط میشه به کشتار معترضین در آبان ماه امسال و تخصیص 200 میلیون دلار بودجه جدید به سپاه قدس در منطقه. هر دو این مسئله باعث شده که نمایندگان مجالس منتخب مردم در کشورهای اروپایی به دولت‌هاشون فشار بیشتر میارن که تمامی سرمایه‌گذاری رو روی حفظ جمهوری اسلامی در برجام نکنن، بلکه دیالوگی رو با نهادهای مدنی، با نهادهای حقوق بشری، با شخصیت‌های هنری و سیاسی و غیره در کشور ایران انجام بدن و فقط این حرکت یک جانبه رو پایان بدن. خب این الان آقای بورل به ایران رفته برای اینکه با ایران مذاکره کنه در جهتی که در حقیقت راه رو بکشایه برای نزدیکی به فکر مذاکره با آمریکا. من جز اینکه در زمینه مواد غذایی، خوراکی و دارو، بهداشتی و اون احتیاجات اولیه ایران گشایی پیدا بشه، گشایش بیشتری نمیبینم. اون راهکار به اصطلاح اون راهکار مالی سوئیسی هم که به وساطت ژاپن ایجاد شده کار چندانی نمیتونه انجام بده. تنها راه این است که این تکس به معنی واقعی خودش در ابعاد 10-20 میلیاردی فعال بشه و همچین امکانی فعلا اروپایی ها همچین امکانی رو ندارن. به همین دلیل تنها راه برای حاکمیت در حقیقت این باقی میمونه که به وساطت انگلستان و ژاپن در حقیقت راهی بشه برای مذاکره در جهتی که آقای ترامپ مایل به انجام اونه.
و اما کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید درباره 50% شکایات دوره استینافی تصمیم نهایی گرفته شده و فیصله کلی را تا 2 روز دیگر اعلام خواهند کرد. به گفته مقام های این کمیسیون بخشی از این فیصله ها شامل حال 300,000 رأی جنجالی است. آنها میگویند تصمیم آنها مطابق قانون و اصول گرفته شده و برای همه طرف ها قابل قبول خواهد بود. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با نشر گزارش از عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد. تماس ما با کابل برقرار نشده، تلاش می‌کنیم که با کابل تماسی برقرار بکنیم برای گفتگوی بیشتر درباره این موضوع. فعلا سری بزنیم به یمن، جایی که برای اولین بار در 3 سال گذشته بیمارانی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند میتونن برای درمان به خارج از این کشور برند. امروز 30 نفر از این بیماران با پرواز سازمان ملل از صنعا به اردن رفتند. شهر صنعا در کنترل شورشیان حوثی است و ائتلاف به رهبری عربستان 3 سال است که جلوی تمام پروازهای غیر نظامی به این شهر را گرفته. لیز دوست، خبرنگار بی بی سی از صنعا گزارش می‌دهد. بچه ها فقط بچه هستند، اما بعضی از آنها سخت بیمارند و حالا بخت به آنها رو کرده تا برای زنده ماندن بجنگند. بعد از ماه‌ها انتظار در این هتل در صنعا، راقد 13 ساله امیدوار است از اولین مسافران پروازهای سازمان ملل به اردن باشد. خانواده اش از تعز به اینجا آمدند، شهری که جنگ تکه تکهش کرده. پدرش میگوید او زرنگترین دانش آموز کلاسش است، اما چیزی هست که راقد نمیداند، اینکه سرطان دارد ذره ذره آبش میکند. نمیتونم بهش بگم، چون اگه بدونه شاید یه چیزی زندگیش زیر و رو میشه. دکترها گفتن اگه در یمن بمونه هر دو پاش باید قطع شه. گاهی میگه نمیخوام پدرم. نگران خودت هم هستی؟ خودم؟ آره آره، خیلی خیلی دوستش دارم. تنها بیمارستان تخصصی سرطان در یمن. این کودکان در هیچ فهرست پروازی نیستند. نه علی محمد که بیماری یک چشمش را گرفته و نه مسیح 6 ساله. پدرش میگوید از شدت درد خواب به چشم مسیح نمی آید. دکترها مدت هاست که دیگر فهرستی برای اعزام نساختند. اینجا هم امکانات لازم برای درمان بیماران ندارند. معلومه که عصبانی هستیم. هیچ امکاناتی برای درمان بیماران نداریم. بیمارها جلوی چشممون میمیرن. وضع خیلی بدیه. افسردگی گرفتیم چون کاری از دستمون بر نمیاد. دارو و تجهیزات هم به خاطر محاصره نمیرسه. بیمارها نباید قربانی جنگ بشن. در این فرودگاه همه چیز به نظر ساده و ابتدایی میاد، اما همینها برای خیلی از یمنی ها معنای خیلی بزرگی داره. دانشجوها نمیتونن به خونه هاشون برن. خانواده ها از هم جدا افتادن. بیمارها نمیتونن برای درمان به خارج از کشور برن و برای بیمارانی که حالشون وخیمه، بسته موندن فرودگاه تنها یک معنی داره: مردن یا زنده موندن. شهر مرده ها. پدر عواب بیماری جگر داشت. آنقدر در انتظار پرواز ماند تا مرگ به سراغش آمد. عواب هر هفته سر خاک پدرش می آید. 2 سال تمام هی وعده دادن که پدرمو با پرواز سازمان ملل میفرستن. همه چیز رو آماده کرده بودیم. این جنگ همه چیز رو نابود کرده. بیمارهای زیادی مثل پدر من مردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. طرف‌های درگیر به این اولین پرواز چراغ سبز نشان دادند، هرچند برای بعضی‌ها دیگر نمی‌شود کاری کرد، اما خیلی‌های دیگر هنوز امیدوارند و چشم انتظار. لیز دوست، بی بی سی نیوز، صنعا.
ما برگردیم به خبر افغانستان، جایی که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفته که درباره 50% شکایات تصمیم نهایی گرفته شده و نتیجه کلی تا دو روز دیگه اعلام میشه. مهمان ما سغرا سعادت، رئیس برنامه های تیفا، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از کابل به ما پیوسته. خانم سعادت، شما انتقاد دارید از نتیجه و عملکرد کمیسیون تا اینجا، علت انتقاد شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. قسمی که ما در گزارش خود هم گفته بودیم که بعد از روز انتخابات، بعد از شش میزان، 4 ماه از انتخابات میگذره ولی هنوز هم نتایج نهایی انتخابات مشخص نیست، که بزرگترین نگرانی و انتقاد ما را به دنبال داشته، به خاطر از این که این عدم اعلان نتایج نهایی انتخابات متاسفانه بحث‌های دیگه ای را هم به دنبال داشته، که مهمترین بحث در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی همانا نقض تقویم انتخابات، نقض قانون اساسی افغانستان، نقض قانون انتخابات و طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی بوده. به اساس نظارت تیفا، بعد از انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات 1 مورد نقض قانون اساسی افغانستان داشته که ماده 61 قانون اساسی نقض شده، و 17 مورد هم ما بعد از انتخابات نقض قانون انتخابات داشتیم، و 24 مورد هم نقض طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی رو داشتیم، که بیشترین انتقاد ما همی بوده که کمیسیون های انتخاباتی مکلف هستند که تمام تصامیم و فعالیت های خود به اساس قوانین نافذه افغانستان بگیرن، که متاسفانه بعد از انتخابات چنین نشده، و حالا هم بحث های جنجالی، قضیه های استثنایی و آرایی که بیشترین انتقاد بر روی از او هست هم نشد گرفته از همی نقض قانون ها هست. خانم سعادت، کمیسیون رسیدگی به شکایات گفته که تصمیم نهایی این نهاد مورد قبول همه طرف ها خواهد بود. آیا تصمیم برای شما هم قابل قبوله؟ ما خب به عنوان یک نهاد بیطرف، زمانی تصامیم کمیسیون های انتخاباتی برای ما قابل قبول هست که مبنای قانونی داشته باشه، نه اینکه بر اساس مصلحت ها باشه. ما به عنوان یک نهاد بیطرف همیشه تاکید و فشار بالای کمیسیون ها آوردیم که تصامیم خود در چارچوب قوانین انتخاباتی بگیرن. در صورتی که تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی، مخصوصا که در قرار هست یکی دو روز دیگه نتایج کار خود اعلان کنن و تصمیم خود اعلان کنن، بر مبنای قوانین و چارچوب حقوقی انتخابات افغانستان باشه، بدون شک ما میپذیریم و حتی حمایتشان میکنیم و کمکشان میکنیم که سایر شرکای انتخاباتی هم این تصامیم بپذیرن. اما در صورتی که خلاف مقرره ها، خلاف قوانین باشه، مطمئنن ما هم صحبت های خود خاد داشتیم با اونها و انتقادات خود خاد داشتیم. متشکرم. سغرا سعادت، رئیس برنامه های تیفا از کابل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حدود 1 ماه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین، تلویزیون این کشور بخشی از مکالمه مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاهی در تهران را با خلبان یک پرواز مجاور در آسمان تهران منتشر کرده، که در آن خلبان از مشاهده ی حرکت شیء نورانی شبیه موشک و انفجاری بزرگ می‌گوید. جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره برجام به تهران رفته. در ادامه این برنامه، فصل جوایز سینمایی در بریتانیا و آمریکا، سیاه‌پوستان از تبعیض در فهرست نامزدها می‌گویند. دولت ایران چند روز پیش اعلام کرده بود که پروازها بین ایران و چین برای پیشگیری از انتقال ویروس جدید کرونا متوقف می شود. اما حالا سفیر چین در تهران می گوید مدیرعامل هواپیمایی ماهان برای ادامه همکاری با آن کشور اعلام آمادگی کرده. وزارت بهداشت ایران می گوید که نگران است. در همین حال در چین، بیمارستان 1000 تخت خوابی جدید شهر ووهان که کانون انتشار این ویروس است، امروز افتتاح می شود. دولت چین این بیمارستان را برای درمان مبتلایان به این ویروس در کمتر از
10 روز ساخته. تا کنون بیش از 17,000 نفر مبتلا شدند و 361 نفر از مبتلایان در چین جان باختند. اما در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و مقابله با آن به تاجیکستان برویم، جایی که 300 نفر را به ظن ابتلا به ویروس جدید کرونا قرنطینه کردند. این افراد طی 2 هفته گذشته عمدتاً با پروازهای ترانزیتی خود را از چین به تاجیکستان رساندند. داشتن بیش از 400 کیلومتر مرز مشترک با چین و حضور هزاران کارگر و متخصص چینی در تاجیکستان نگرانی‌ها را از احتمال ورود این ویروس افزایش داده. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند که تا به حال هیچ شهروند این کشور در چین و تاجیکستان مبتلا نشده. سهراب ضیا خبرنگار ما از تاجیکستان با ما. سهراب، این افراد چه کسانی هستند؟ گفته میشد که پروازها میان تاجیکستان و چین از 2 هفته پیش لغو شده. اصلا چطوری تونستن خودشون رو به تاجیکستان برسونن؟ رنا، آنگونه که شما گفتید، این افراد عمدتاً از راه های ترانزیت خود را از چین به تاجیکستان رساندند و به گفته مقامات تاجیکستان بیشتری آنها دانشجویان، تاجران و همینطور کارمندان برخی شرکت های چینی در تاجیکستان هستند، که البته تعداد چینی ها در میان این 301 نفر از طرف مقامات تاجیکستان اعلام نشده. در صورتی آشکار شدن نشانه های ابتلا به ویروسی کرونا، افرادی که از خارج کشور به تاجیکستان وارد می شوند، آنها به بیمارستان های ویژه که برای این کار در نظر گرفته شده طول 2 هفته زیر نظر پزشکان و تحت معاینه قرار خواهند داشت. این گونه بیمارستان ها در دوشنبه 2 تا از یکی در محله زرافشان و دیگری در محله دیگری شهر دوشنبه که از طرف مقامات نظارت می شوند، پیوندان این افراد مورد به اصطلاح بستری شده اجازه تماس با آنها را ندارند و همینطور پرستاران و پزشکانی که مشغول معاینه و مداوای این افراد هستند اجازه خروج از این بیمارستان ها را ندارند. برای پیشگیری از ورود کرونا به تاجیکستان مسئولان چه تدابیری اتخاذ کردند؟ بجز از بستری کردن افرادی که از چین خود را به تاجیکستان میرسانند، همینطور در تاجیکستان یک ستاد ویژه تاسیس شده. کمیته امنیت غذایی تاجیکستان واردات همه گونه محصولات، مصالح و کالا و اشیا را از چین به این کشور ممنوع کرده و همینطور در تمام فرودگاه های بین المللی دوشنبه در خوجند و دوشنبه و همینطور در گذرگاه های مرزی تاجیکستان تیم های پزشکی فعال هستند و بجز از دوشنبه در شهرهای کلاب، باختر و خوجند بیمارستان های در نظر گرفته شده که افرادی که از خارج میاند به آنجا منتقل می شوند و تا 2 هفته تحت معاینه قرار خواهند داشت. تمام پرسنل این بیمارستان ها از سوی کارشناسان بین المللی از جمله دکتر آرش علایی در مورد پیشگیری از خطر ابتلا به این ویروس مورد آموزش قرار می گیرند، مورد بازآموزی قرار می گیرند. البته دولت تاجیکستان گفته که هنوز در مورد برگرداندن 43 دانشجوی تاجیکی در شهر ووهان چین قانونی انتشار این ویروس هست تصمیم نگرفته و اگر تصمیم هم در این زمینه گرفته شود حتما با موافقه دولت چین خواهد بود. متشکرم سهراب ضیا خبرنگار ما از تاجیکستان. دیشب در مراسم اهدای جوایز آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا بفتا در لندن، فیلم 1917 7 جایزه گرفت. این فیلم به کارگردانی سام مندس که در 9 بخش نامزد شده بود جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم برداری، بهترین صدا برداری، بهترین طراحی صحنه و بهترین جلوه های ویژه را دریافت کرد. مریم مهاجر، انیمیشن ساز ایرانی بریتانیایی، هم جایزه بهترین انیمیشن فیلم کوتاه را برد، به خاطر فیلم پدر بزرگ یک رمانتیک بود. مراسم دیشب بفتا یک مسئله را برجسته کرد. به خاطر اشاره صریحی که یکی از برندگان جایزه به بحث نژاد پرستی در نحوه گزینش نامزدها داشت. البته هرچه به این مراسم نزدیکتر می شدیم، انتقادات هم افزایش پیدا می کرد. چون ترکیب تقریبا تمام سفیدپوست نامزدهای رشته‌های مختلف با انتقاد از عدم تنوع همراه شده بود و از اینکه رنگین پوستان در عالم سینمای بریتانیا زیر تیغ نژاد پرستی حذف می شوند. برندا امانوس با 3 نسل از فیلمسازان سیاه پوست درباره چالش‌های جلب توجه جریان اصلی سینما گفتگو کرده.
جوایز فیلم و تلویزیون اسکرین نیشن 15 سال است که استعدادهای خلاق سیاه‌پوست را گرامی داشته، از هنرمندان نامدار تا ستاره‌های نوپا. ولی زرق و برق این مراسم اهدای جوایز سالیانه نمیتواند حقیقت موج ناامیدی را در میان این هنرمندان پنهان کند، حقیقتی که عدم پذیرش صنعت فیلم بریتانیا به آن دامن میزند. منلیک شباز، کارگردان و نویسنده که به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستقل سیاهان شناخته می شود، از پیشرفتی که در 30 سال فعالیتش دیده خوشنود نیست. من از شرایط موجود سرخوردم. شاهد استعدادهای خیلی زیادی بودم که هدر رفته. به نظر می رسد الان در شرایطی هستیم که هیچ نویسنده‌ای در تلویزیون وجود نداره. به ندرت کارگردانی و هنرمندی برای بیان تجربه سیاهان پیدا میشه. این کارگردان که جوایزی هم گرفته از نیم قرن پیش به مستندسازی کارهای سیاهان پرداخته. به نظر چه کار باید کرد؟ صنعت فیلم و تلویزیون برخلاف سایر بخش‌ها خودشون بر کارشون نظارت می‌کنن. فکر می‌کنم لازمه در روش کار اونها تغییراتی داده بشه. چرپس یک کمدی عاشقانه است که کلتون لی نوشته و ساخته، از میان نسلی که پا جای پای منلیک شباز گذاشتن. او با موانع بزرگی در راه رسیدن به خواسته هایش برای آوردن صداهای تازه و دگرگون سیاه‌پوست روبرو بوده. اگر بخوام داستانی رو به تصویر بکشم که با کلیشه های رایج شخصیت های سیاه‌پوست در این کشور نمیخونه، یعنی داستان هایی درباره جرم و جنایت، مواد مخدر یا موسیقی، و از این کلیشه ها پام رو بیرون بگذارم، به هیچ جایی نمیرسم. هیچ کسی بهش علاقه نداره و توجه نمیکنه. وقتی درباره نبود کثرت‌گرایی صحبت میکنیم، در حقیقت منظور نابرابری است و مردم باید همون جوری که هست ازش نام ببرند. این بحث دهه هاست که ادامه داره و وقتشه که تموم بشه. How about we make a film? It can be like a big collaborative project. بابل عزیز یکی از چند فیلمی است که آیا آکینگ باده، دانشجوی مستعد سال دوم آکادمی سلطنتی لندن، کارگردانی کرده. حس میکنم نسل جوانتر ما براش هم مهمه و هم در این حال مهم نیست که چی میسازه، فقط میخوایم کارمون رو بسازیم، حتی اگه جریان اصلی پشتیبانیمون نکنه. حس میکنم که سرانجام سراغمون میان، ولی نمیخوام تا 60 سالگی صبر کنم که شناخته بشم. از پیش قراولان تا ستاره های آینده، این سه نسل فیلمسازان سیاه‌پوست راهی طولانی طی کردند، ولی آیو امیدوار است و نقطه تغییر در این چرخه ممکن است نزدیک باشد. برندری مانس، BBC نیوز. نمونه بخش خبری، ممنون از همراهیتون.